رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد به تعداد خانوارهای این کشور شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی منتشر شود و به طور رایگان در دسترس آنها قرار گیرد تا مردم هرچه بیشتر از تاریخ، فرهنگ و تمدن نیاکان خود مطلع شوند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. رئیس جمهور تاجیکستان با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم تاجیک با تاریخ، فرهنگ و تمدن نیاکان خود دستور داد تا کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به همه شهروندان این کشور اهدا شود. وی تصریح کرد ما باید هرچه بیشتر از این تاریخ پر افتخار و این میراث گرانبها ها به نفع وحدت، انسجام، سربلندی مردم خود، سعادت میهن، نیاکان و تحکیم پایه های دولت ملی جدیدمان استفاده کنیم. در تاجیکستان در حالی بر گسترش زبان فارسی تاکید می شود که زبان فارسی در افغانستان هر روز بر اثر فشار طالبان که حاکمان فعلی این کشور هستند با محدودیت های زیادی مواجه شده و تابلوهای فارسی را از دانشگاه ها و نامه های رسمی و کتاب های دانشگاه ها و مدارس حذف شده و در آخرین اقدام تابلوی دانشکده خبرنگاری از فارسی به پشتو و انگلیسی تبدیل شده است. گفتنی است که شاهنامه هماسه ای منظوم بر حسب دست نوشته های موجود در برگیرنده نزدیک به 50 هزار تا 61 هزار بیت و یکی از بزرگترین و ترین سروده های هماسی جهان اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است که سرایش آن را دستاورد دست کم 30 سال کار پیوسته این سخن سرای فارسی زبان است. موضوع این اثر اسطوره ها و تاریخ فارسی ایران کهن در سده هفتم میلادی است. شاهنامه از سه بخش اسطوره‌ای، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده و در بحر متقارب مثمن محذوف نگاشته شده است. ابوالقاسم فردوسی توسی که در فاصله سالهای 950 تا 1037 میلادی و 329 تا 416 هجری قمری میزیسته شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران است. فردوسی را بزرگترین سراینده فارسی دانستند که از شهرت جهانی برخوردار است و وی را حکیم سخن و حکیم توس گفتند. تاریخ نویسان متعددی بر شیعه بودن فردوسی اتفاق نظر دارند جلال خالقی مطلق شاهنامه پژوه ایرانی معتقد است اعتقاد فردوسی به تشیع از خود شاهنامه پیداست عبدالجلیل قزوینی رازی اولین کسی است که به شیعه دوازده امامی بودن فردوسی در کتاب ان نقض اشاره کرده است بعدها قاضی نورالله شوشتری نیز او را شیعه معرفی کرده است سید حسن امین معتقد است که در اصر فردوسی تشیع در بخشهایی از خراسان به ویژه توس بیحق رواج داشته و تعلق فردوسی به جامعه شیعه آن روز بعید نیست و حتی گاه نسبتهای مانند رافزی به او دادند. دکتر احمد مهدوی دامغانی نظریه نخست محیط تباتبایی طبع مبنی بر زیدی بودن فردوسی و سپس عدول او از نظریهاش را نقل کرده و آنگاه با ذکر مقدماتی نسبتا طولانی با تکیه بر کاربرد کلمه وسیع در شاهنامه برای امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و نشانه های دیگر معتقد می شوند که فردوسی یک شیعه امامی مذهب است فردوسی و متح پیامبر و اهل بیت فردوسی در شاهنامه چند بار ارادت خود را به امام علی علیه السلام و خاندان پاکش ابراز داشته و بر آن تاکید ورزیده است او در دیباچه یک کتاب و آغاز و انجام داستانها به شیوه یک مسلمان شیعه به توصیف و ستایش خدای متعال پیامبر اکرم و طرفداری از تشیع و مت امیر المومنین پرداخته است فردوسی مهر و اعتقاد خود به خاندان علی علیه السلام را آشکارا به زبان می آورد. عبدالحسین زرین کوب، ادیب و منتقد ادبی احتمال می دهد یک دلیل بی بودن فردوسی از دستگاه سلطان محمود محبت و اعتقاد فردوسی به امیر و خاندان ایشان است. فردوسی در شاهنامه اشعاری را درباره اهل بیت علیه مسلم خصوصا امیر المومنین آورده است. او از جمله شاعران فارسی گویی دانسته شده که از سخنان امام علی علیه السلام الهام گرفتند. محققان به هماهنگی بسیاری میان اندیشه های فردوسی با مندرجات مهم شیعه از جمله در مسئله عقل با فصل اول کتاب اصول کافی معتقد هستند چنانکه مشهور است پیکر فردوسی را به دلیل شیعه بودن به گورستان راه ندادند و به ناچار او را در باغ خودش واقع در شهر تابران توس نزدیک به دروازه شرقی رزان به خاک سپردند آرامگاه او قرنهاست که زیارتگاه اهل دانش و معرفت است و با آنکه بارها آن را با خاک یکسان اند مجددا از نو ساخته شده است